قصه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران و طعنه آن خران ببر آن غریب گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به کاه خشک که قضای او نیست و این صفت بنده خاص خداست میان اهل دنیا و اهل هوا و شهوت. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بی زینهار. آخوری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. از مجاعت وشتها هر گاو و خر، کاه را می خورد خوشتر از شکر. گاه آهو می رمید از سو به سو، گهز دود و گرد که می تاف رو. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چون مرگ انگاشتند. تا سلیمان گفت که آن هدهد اگر هجر را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. هان کدام است آن عذاب این معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خود. زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دگر. روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان و چغدان داغها. او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار.